l'importance de parler des atteintes au droit à la frontière parce que les atteintes. زمستان 2019 با خبر شدم مهاجرهای کشورهای آفریقایی که با دشواری‌های زیاد با گذشتن از دریای مدیترانه جان سالم به در می‌برند غیرقانونی از قله‌های پربرف کوه‌های آلپ از مرز ایتالیا رد می‌شوند و خودشان را به فرانسه می‌رسانند. تا به حال 4 مرد و 1 زن در این مسیر مردند. تعدادی بر اثر سرما پایشان قطع شده است. چند نفر از کوه پرت شدند. زمستان 1982 در سن 25 سالگی خودم را از دیکتاتوری آیت الله های حاکم ایران نجات دادم. از مرز پاکستان گریختم. در مسیر تبعید اتفاقی به فرانسه رسیدم و در این کشور ماندنی شدم. در ایران خبرنگار و عکاس مطبوعات بودم. از حدود 30 سال پیش برای کانال های تلویزیون فرانسه فیلم مستند می سازم. تبعیدیم از 40 سال پیش هر روز با طعم تلخ کنده شدن از کشور زادگاه هم زندگی می کنم. البته هر روز طعم شیرین و گوارای پیروزی در نگفتن به زور و فشار به حاکمان کشورم را هم با لذت زیاد مزه مزه می کنم. تصمیم گرفتم در مورد جسارت و قهرمانی مردان و زنان جوان مهاجری که به تحقیر شدن تن نمی دهند و یک زندگی معمولی را لایق خودشان می دانند به مرز ایتالیا بروم و فیلم مستندی جدید بسازم. تابستان 2020 از پاریس به بریانسون شهر مرزی فرانسه و ایتالیا رفتم. مرزبانان و نظامیان فرانسوی در کوه و جنگل کمین کردن. هر مهاجری را که دستگیر می کنن با بیمهری و خشونت به ایتالیا برمی گردانن. مهاجرها شب از مسیرهای خیلی سخت می روند که خطر دستگیریشان کمتر باشد. حدود 9 ساعت در راهند. تعدادی از مردم بریانسون شبها به کوه می روند تا مهاجرانی را که جانشان در خطر است را نجات بدهند. تا به حال دادگستری فرانسه چند نفر از آنها را به جرم کمک به ورود غیرقانونی خارجی ها محاکمه کرده است. سال 2017 تعدادی از مردم داوطلب بریانسون این ساختمان قدیمی را به خوابگاه همبستگی تبدیل کردند و به مهاجرهایی که از کمین پلیس مرزی فرار کردند جای خواب و خوراک می‌دهند. امکانات کم است ولی این حداکثر امکاناتی است که این مددیاران داوطلب می‌توانند فراهم کنند. مسئولان فرانسه نه تنها هیچ کمکی نمی کنند بلکه کارشکنی هم می کنند. خوابگاه غرق صفا و صمیمیت و دوستی است.
مهاجرها پس از دو سه روز استراحت جاده تبعید را به مقصد انگلستان و یا کشورهای شمال اروپا ادامه می دهند. فقط چند مهاجر از کشورهای آفریقایی می بینم. اکثر چهره ها خیلی آشنا هستند. ایرانی و افغان. مددیاران می گویند از دو هفته پیش فقط ایرانی و افغان از مرز ایتالیا می آیند. کارم شروع می شود. برای مددیاران ترجمه می کنم. پای حرف های مهاجرها می نشینم. شنیدن سرگذشتشان خیلی سخت است. کم و بیش همه از یک مسیر آمدند. از ترکیه، قاچاقی، با قایق‌های کوچک خودشان را به جزیره‌های یونان رساندند. بعضی چند ماه، بعضی هم یکی دو سال در جزیره‌ها گرفتار شدند. در هر جزیره 20 تا 30 هزار نفر از ایران، افغانستان، عراق، سوریه، بنگلادش و آفریقا توی آلونک سر می‌کنند. زندگی در جزیره ها را به جهنم تشبیه می کنند. پس از خلاص شدن از جهنم، پای پیاده، غیرقانونی، کشورهای مونتنگرو، بوسنی، آلبانی، کراسی، اسلوانی و ایتالیا را پشت سر گذاشتند. حدود 6000 کیلومتر پیاده آمدند. اکثر مردهای 20 تا 25 سالند. زوجهای جوان با کودک خردسال هم زیادند. چند نوزاد در مسیر فرار از مرزها به دنیا آمدند. تک و توک پیرزن و پیرمرد هم در کنار فرزند و نوه‌هایشان می‌بینم. همه بین 2 تا 3 سال در مسیر مهاجرت بودند. با ترس در هوای سرد و یا گرم، بیشتر در تاریکی شب از کوه و جنگل میدوند و سعی میکنند خودشان را از پلیس قایم کنند. از نور ماه متنفرند. اکثر به حرف زدن جلوی دوربین فیلم برداری نمیگویند. نمیخواهند که خانواده و دوستانشان با دیدن آنها غصه‌دار شوند. اکثر آنها در مرزهای کراسی دستگیر شدند. پلیس سخت کتکشان زده، لختشان کرده، لباسهایشان را سوزانده، پول و تلفنشان را گرفته و به بوسنی برگردانده.
آنهایی که چند روز گذشته رسیدند میگویند که پلیس در ترکیه و یونان هم برای جلوگیری از حرکت مهاجرها به تازگی دست به همین نوع خشونت ها میزنند. چند نفر زخم های سر و تنشان را نشانم میدهند. بچه های خردسال هنوز وحشت زده و بهت زدند. فضای آرام خوابگاه به بچه ها فرصت کمی جست و خیز داده. یک پدر جوان افغان پسر 5 سالش را نشانم میدهد و میگوید از ترس و وحشت در شبهای فرار در جنگلهای کراسی لال شده است. گرچه 40 سال است که با زندگی در تبعید خو گرفته و هویت جدیدم شده، اما آنچه در بریانسون دیدم یک تراژدی انسانی است. یکی از نتیجه های دلخراش نابرابری در سطح دنیا را دیدم. موج بزرگ جوانها و زوجهای جوان با کودکان خردسال را دیدم که به این سو و آن سوی دنیا پرتاب می شوند. سخت پریشانم. به دوستان نزدیکم تلفن میزنم، میگویم که با دیدن این تراژدی انسانی خواب به چشمهایم نمیآید. کابوس رهایم نمیکند. تراژدی اینقدر سنگینه که یک نفر و یا یک گروه توان کاستن از اون رو نداره. هر روز به سراغ مهاجرها می روم. برای ساده کردن ادامه مسیر تا آنجا که می توانم کمکشان می کنم. فیلم و عکس می گیرم. اشک ریختن و خسته شدن راه حل نیست. چه می توان کرد؟ مددکارها مصمم کار میکنند تا اندکی از بار سنگین زندگی شوم مهاجران کم شود. هر شب نزدیک صبح حدود 30 نفر از مرز ایتالیا خودشان را به خوابگاه میرسانند. همین شبها هزاران نفر پیاده، نفس زنان، وحشت زده در تاریکی شب در جنگل‌ها و کوه‌های کشورهای بالکان روانند.
هنوز هزاران زن و مرد و کودک در جهنم یونان گرفتارن. هزاران دیگر در ساحل لیبی تلاش میکنند قاره آفریقا را با گذر از دریای مدیترانه ترک کنند. زمستان 2021 برای بار دوم به بریانسون می روم. با شوق زیاد خودم را به خوابگاه مهاجران می رسانم. حس می کنم پس از 40 سال دارم به خانه ام بر می گردم. مهاجران با لبخند به من خوش آمد می گویند. اشتباه نکردم. در میان خانواده ام هستم. ما تبعیدی ها عضو یک خانواده بزرگیم که هویت و نشانه وطنمان لبخند زدن و احترام گذاشتن و دوست داشتن دیگران است. تعداد جوانهای اهل الجزیره و مراکش بیشتر شده. ایرانی و افغان همچنان اکثریتند. مهاجران آرام و مهربانند. در آشپزی و نظافت به مددکاران کمک میکنند. از سال 2017 تا به امروز که بیش از 17,000 نفر در این خوابگاه چند روز را سر کردند، حتی یک مورد هم خلاف خشونت اتفاق نیفتاده است. انسان هایی که هر شب از مرز ایتالیا به بریانسون میرسند میگویند ما مهاجریم، پناهنده نیستیم. پناهنده نیستند چون فعالیت سیاسی، فکری و عقیدتی نداشتند که به خاطر آن از چنگ حکومت کشورشان بگریزند. اما میدانند از اینجا به بعد ناچارند برای داشتن اقامت در یک کشور اروپایی تقاضای پناهندگی بدهند. در گرفتن برگه پناهندگی خیلی خوشبین هستند. مگر چاره دیگری بجز خوشبین بودن دارند؟ برای آینده امید و رویاهای خیلی شیرین دارند. اصرار دارند تا امیدها و آرزوهایشان از وجود پرده‌های زیبای زندگی در اروپا را تایید کنند. چیزی نمیگم که از لذت رویاهایشان کم بشه. الان وقت اینه که کمی استراحت کنند و به راهشان ادامه بدن. بعدن در مسیر تقاضای پناهندگی و زندگی یک مهاجر خودشان با واقعیت‌ها آشنا میشن. به آنها نمیگویم که در کشورهای اروپا تا پایان عمر خارجی میمانی. کسی هستی که خود را به کشورشان تحمیل کرده ای. پناهنده را بیهوش و بیشعور می دانند. بدون این که بدانند احیانا چه در چنته داری. نگاه از بالا به پایین به تو دارند.
عیب نداره. بگذار فکر کنن که ژن برتر هستن. ولی تبعیدی ارزش‌های خودش را می‌داند. با وجود تحقیر شدن‌ها تو قهرمان زندگیت هستی، چون موفق شدی از جهنم زندگی در کشور زادگاه خود را به در ببری. زندگی در تضاد قهرمانی و تحقیر شدن. اینجاست که کنده شدن از وطن و تحقیر شدن در خاک بیگانه تلخ‌ترین اتفاق طول عمرت می شود. تا به حال درباره جنبش‌های سیاسی، اجتماعی، ترورهای سیاسی و حقوق پناهندگی فیلم مستند کم نساختم. با پناهنده‌ها و فعالان سیاسی کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه همنشینی دیرینه دارم. اما رو در رو شدن با این موج وسیع مهاجر و پناهنده با رویاهای زیبا برایم خیلی غریب و دردآور است. در بریانسون با صدها مهاجر دوست آشنا شدم. آموختم که قربانی‌های حکومت‌های سرکوبگر دنیا فقط آزادی‌خواهان و مخالفان سیاسی نیستند. این مهاجرها بخش عمده‌ای از قربانی‌ها هستند. خیلی‌ها در خانواده فقیر به دنیا آمدند. از کودکی کار کردند تا کمک خرج خانواده باشند. تعدادی خواندن و نوشتن یاد نگرفتن. هستند کسانی که وقتی از او تاریخ تولدش را میپرسند جواب ندارد. در کشورش اصلا به حساب نمی آمده که پرسیدن روز تولدش مهم باشد. سنشان را حدودی میگویند. در کشورشان امنیت و ثبات نیست. با خشونت‌های مأموران حکومت و متعصب‌های مذهبی و تحقیرهای قومی و اقتصادی بزرگ شده. کلاهبرداری کلان حاکمان، بمب‌گذاری در میان مردم و تبعیض جزو زندگی روزمرهشان شده.
زنها بیشتر از مردها لگد مال شدند. بیکاری، گرانی و فقر زندگی روزمرهشان شده. یک آدم با این پیشینه مثل هر انسان دیگری تلاش می کند تا موفق شود به یک زندگی معمولی برسد. زندگی با کمی آرامش آرزوی بزرگشان است. حرفای این زن افغان با دو فرزند خردسال و شوهرش که 3.5 سال تا مرز فرانسه را پشت سر گذاشته است را فراموش نمی کنم. می گوید در این مسیر خودش را بیشتر شناخته و بسیار آموخته و بزرگتر شده است. ما همه برای زندگی کردن به دنیا اومدیم. هدف ما مهاجرا زندگی کردن، یه جایی که بتونی راحت زندگی کنی. چی نوشته پشتش؟ زندگی یک تبعیدی بزرگترین و معتبرترین دانشگاه دنیا است. هم خودت را میشناسی، هم مردم کشورهای دیگر را که با تو که به هیچ کشور و پرچم وابسته نیستی چه برخوردی میکنه. بگذاریم. یک بار دیگر وقت سخت خداحافظی از دوستان یاری رسان به مهاجران در بریانسون میرسد. همگی مثل دفعه‌های قبل میگویند جمشید کی برمیگردی؟ کلمه‌هایی که در 40 سال گذشته از زبان فرانسوی‌ها فقط اینجا شنیدم. پس از 3 سفر به آلپ فیلم برداری هم تمام می شود. تجربه زندگی در کابوس و آموختن از تلخی‌های سرنوشت هزاران قربانی خشونت در نابرابری و بی‌عدالتی در دنیا به آخرش رسید. در این مدت با 2 تضاد زندگی کردم. اولی وضع غم‌انگیز زندگی مهاجران، دومی
طبیعت بسیار زیبای آلپ و در این تضاد وجود پدیده‌ای به اسم مرز کشورها که مانع حرکت انسان برای رسیدن به زندگی ساده می شود. وقتی کسی در کشور زادگاهش از یک زندگی ساده انسانی محروم می شود، هیچ مرز و دیوار و سیم خاردار و سرباز تفنگدار توان جلوگیری از حرکت و راه گشاییش را ندارد.